اصلا مگه توی شمال ما غذایی داریم که خوشمزه نباشه؟ خصوصا این خورشای خوش رنگ و لعاب و خوشمزهشون که همیشه هم با طعم ترشه. بریم که با هم این خورش خوش رنگ و لعاب رو آمادش کنیم. سلام بچه ها، بریم که با هم دیگه امروز این غذای خوشمزه رو که بهتون معرفی کنم خیلی سریع و فوری فوتی درستش کنیم. یه توضیح کلی من بدم که مرغ ترش یه غذای شمالی هستش که خوبستان گیلان خیلی درستش میکنن و رسیپیاش مقدار با هم دیگه تو هر ناحیه متفاوته. اونی که من یاد گرفتم از دوستای رشتی یاد گرفتم و نکته مهم توی استفاده از ربع انار و سبزیش هستش. اگر سبزی مخصوص مرغ ترش رو بخوای در نظر بگیرین، ترکیبی هست گشنیز و جعفری و تره و برگ سیر هستش به همراه سبزی‌های محلی مثل خارباش و چوچاق و حالا یه سری سبزی خاص دیگه ولی اگر در دسترستون نیست، میتونید مثل من از میکس سبزی قرمه و همچنین من یه مقدار چوچاقم دارم صورت یخ زده، میتونید از اینا استفاده بکنید. و اولین کاری هم که باید بکنید اینه که اینو کاملا مثل سبزی قرمه سبزی سرخ بکنید. من با اینکه این سبزی قبلا مقدار سرخ شده است ولی دوباره کامل و همراه چوچاق سرخش میکنم. بعضی از عزیزان به همین صورت مرغ رو به پیازشون اضافه میکنن ولی من از قبلش مقدار مرغ رو مزه‌دار میکنم و جدا سرخش میکنم و استفاده از زعفرون توی این برای مرغمون مزه‌دار کردن مرغمون کاملا دل بخواهه. ولی خب من این مقدار با زعفرون و نمک و فلفل سیاه اینو اول ماساژش میدم و بعد سرخش میکنم. لپه هامون هم که از چند ساعت قبل بعد بذارید خیس شه و بعد بذارید تا بپزه. همچنین توی خود این غذا میشه از آب لیمو به همراه رو بنار استفاده کرد ولی من از میکس آب قوره و همچنین آب نارنج استفاده میکنم که ترکیب اینا به همراه رو بنار خیلی خوشمزه تر میشه. مقدار فلفل سیاه، مقدار زعفرون و نمک. کاملا مرغتون رو با زعفرون و فلفل و نمک ماساژ بدید. پیاز داریم که پیازمون رو بهتره برای این غذا به صورت نگینی خرد کنید. من سبزیمو اجازه میدم تا کاملا سرخ بشه. البته میزان سرخ کردن سبزی هم مثل همون قرمه سبزی بستگی به خودتون داره که کمتر سرخ بشه یا اجازه بدید تا به رنگ تیره تر بیفته. سرخیده اضافه میکنیم. احتیاج نیست که خیلی مرغمون سرخ بشه. یه کوچولو که سرخ شد دیگه درش میاریم و مقدار زردچوبه ای که داشتیم رو اضافه میکنیم. یه قاشق چای خوری. ادویه هایی هم که من برای این غذا استفاده میکنم زردچوبه هستش، فلفل قرمز با توجه به ذائقتون یا پولبیبر، تخم گشنیز که من تو همه غذاهایی که از مرغ گوشت استفاده میکنم میزنم، نمک، فلفل. و حالا باید سیرامون رو له کنیم و به پیازمون اضافه کنیم. لپه رو اضافه میکنیم. یه مقدارم لپه‌مون تفت داده بشه با سیر و پیاز. این مرحله ادویه هایی هم که داریم اضافه میکنیم. سبزیمونو که سرخ کردیم ببینید من به این رنگ، البته خورد تیره تست تو گوشی شد روشن بیفته، من تقریبا زیاد سرخ میکنم سبزیمو که الان سبزی رو اضافه میکنیم به لپه هامون. میزنه لپه هم دیگه کاملا سلیقه‌ای و به خودتون
برمیگرده که لپش رو دوست دارید زیاد باشه یا دوست دارید کم باشه. دقیقا مثل لوبیا داخل قرمه سبزی. رو به انارم هم الان میزنم، تقریبا 2 قاشق غذاخوری هستش که رو به انار من ملسه. مرغا رو هم میذارم و برای این میزان من حدود 2 لیوان بهش آب اضافه میکنم. به اندازه که تا روی مرغا بیاد آب کافیه. دیگه الان ما با خورشمون کاری نداریم، تا حدود 1 ساعت دیگه میذاریم برای خودش بپزه و جا بیفته و در نهایت نمکش رو تست میکنیم و آب غوره و آب نارنجی که داریم یا اگر دوست دارید آب لیمو رو توی یه روب پایانی بهش اضافه کنید. درش رو میذاریم تا برای خودش با شعله متوسط برای مدت 1 ساعت بپزه. برنجم هم که طبق معمول میخوام کته بذارم و بهش از روغن حیوانی که خودمون درست کردیم و همچنین 1 قاشق نمک میزنم و میذارم تا آبش کشیده شه که بعد دمش بدیم. دلیل این که من از آب نارنج و آب غوره و روب انار همه اینا با هم استفاده میکنم به خاطر اینه که اسم این غذا مرغ ترش گیلانی هستش و به همین دلیل درست و اصیلش اینه که ترش سرو بشه. برنجمونم آبش کشیده شد و دیگه من میذارمش که دم بکشه. اینجوری یه چند تا سوراخ هم توش درست میکنم بره که دم کنه. 45 دقیقه تقریبا گذشته و الان توی این مرحله باید بهش آب و آب نارنجمون رو اضافه بکنیم و همچنین نمک غذا رو هم تست کنیم. آب نارنجمون، آب غوره، یک کوچولو هم بهش نمک اضافه کردم و الان میذارم تا مرحله نهایی جا بیفته. اگه مثل من مرغ ترش قبلا خورده باشی که کاملا میفهمی چی میگم، اگرم نه حتما یه بارم که شده تستش کن، مطمئنم که عاشق طعم و مزهش میشی.